بی بی سی گزارشی داده، گفته بر اساس سند سری اسلام در ایران سازمان CIA، روح الله خمینی بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حصر در قیطریه تهران در نیمه آبان 42 بی سر و صدا به دولت جان اف کندی پیام می‌دهد تا حملات لفظیش سوء تعبیر نشود، زیرا او از منافع امریکا در ایران حمایت می‌کند. طبق این سند آقای خمینی توضیح می‌دهد که او با منافع امریکا در ایران مخالفتی ندارد، برعکس او اعتقاد داشت که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. آقای دکتر، در این مورد مثل که بی بی سی با شما تماس گرفت. بله، من با بی بی سی مصاحبه کردم، چون مسئله تماس های آیت الله خمینی با آمریکایی ها مقدار قابل توجهیش در کتاب نگاهی به شاه بود. یعنی در واقع اونجا من و تو صحبت هایی که من با شما قبلا کردم بارها به این قضیه اشاره کردیم که آیت الله خمینی قبل از آمدن به ایران با آمریکایی‌ها تماس میگیره. من در کتاب شاه نشون دادم که نامه می‌نویسه به کارتر، در اونجا نشون دادم که به پرسشنامه‌ای جواب میده در مورد اینکه شما برنامه‌تون برای ایران چیه و سوال جواب‌ها رو جوری میده که آمریکایی‌ها به این نتیجه می‌رسن که این خیلی هم خطر برای ما نداره، با منافع ما مخالف نیست. اسنادی که در این سری بی بی سی در اومده یکی دو نکته بسیار جالب مهم داره. یکی همین نامه است که یا پیامی است که از طریق آقای کمره‌ای در 63 به کندی دادن. اون رو من هرگز قبلا هیچ جا ندیدم که بهش اشاره شده باشه. به سفارت امریکا میده. به سفارت امریکا. من البته در نکته ای که خیلی جالبه اینی که زمانی که آیت الله خمینی این پیام رو میفرسته، بیش و کم در فاصله چند ماه این، من به دو نامه دیگه‌ای که به کاخ سفید فرستاده میشم اشاره کردم در کتاب شاه. یکی از طریق حاج علی کیا، اسمش حاج علی کیا بود ولی امیر ارتش بود، به جرم دزدی در زندان بود. همون که میگفتن از کجا آورده ای؟ بله، حاج علی کیا در زندان بود و از زندان یه نامه به کندی می‌نویسه. نفر دومی که نامه می‌نویسه بختیاره، تیمسار بختیاره. یعنی این سومین نامه است که در یه فاصله تقریبا یه ساله ای افراد مختلف به آمریکا می‌نویسن و میگن که کمک کنید ما شاه رو کنار بگذاریم. این که این تماس در اون زمان گرفته شده خیلی به گمان من جالبه. و یک نکته مهمی رو هم در بر میگیره. ببینید، این در واقع اکتبر نوامبر 63 این تماس برقرار شده از طریق آقای کمره یا آخوندی در تهران. من در کتاب شاید یه نکته دیگری رو هم بهش اشاره کردم، بر اساس دوباره اسنادی که اونجا هست، در وزارت امور خارجه آمریکا هست، دفتر کندی هست، که در نوامبر 63 دولت کندی به این نتیجه میرسن که شاه قاعدتاً نباید سر کار بمونه، برای اینکه در انجام اصلاحات جدی نیست و خطر فروپاشی سلطنت در ایران هست. و در نوامبر 63 شروع میکنن به تشکیل دادن، یعنی شروع میکنن به پیدا کردن ترکیب یک شورای سلطنتی که بعد از تشکیل اون شاه رو فشار بیارن که از ایران بره، ولیعهد رو در به ظاهر سر کار بیارن ولی قدرت بدن به شورای سلطنت. این خیلی جالبه که دقیقا در اون زمانه، یعنی هم نفس تماس آیت الله خمینی خیلی جالبه و
و هم تقارنش با اینها خیلی جالبه و هم میدونیم که در نوامبر 22 یعنی دو هفته تقریبا بعد از نامه تماس آیت الله خمینی کندی ترور میشه. در اسناد دفتر کندی هست که اگر کندی ترور نمیشد اینها برنامه خیلی جدی داشتن که سعی کنن شاه رو کنار بگذارن در اون زمان. نکته دوم این اسنادی که بی بی سی پیدا کرده گستردگی تماس هاست. من در مورد این تماس ها دوباره در کتاب چهار نوشته بودم بر اساس اسنادی که اون زمان بود. الان یه سری اسناد تازه در اومده که همه رو اینا رفتن دیدن. این اسلام در ایران رو من هرگز ندیدم، سند جالبیه چون هم در مورد فدایی ها داره، هم در مورد آیت الله خمینی داره، آیت الله شریعت مداری داره، شریعتی داره، یه گزارش نسبتا مفصلی است در مورد چیز که اون وقت یه بخشش همینه. و از این بابت که چقدر تماس بوده، چقدر هم در تهران از طریق آقای بهشتی، از طریق آقای بازرگان، هم در پاریس، هم در آمریکا، کسانی که معتمد طرفین بودن. و آقای خامنه ای دیدم که گفتن این سندها جعلی است، ولی در خود سایت های سپاه پاسداران سخنرانی را از آقای یزدی، مطلبی را از آقای یزدی چاپ کردن که یزدی میگه که اینا اشتباه میگن، ما سه بار تماس نگرفتیم، ما پنج بار تماس گرفتیم. و تنها اصلاحی هم که میکنه میگه که آیت الله خمینی مبتکر این تماس نبود، بلکه به نامه ای از کارتر جواب داد. اون ممکنه درست باشه، باید رفت همه اسناد رو دید، ولی در اینکه جواب دادن و تماس مستمر داشتن و پرسشنامه آمریکایی ها رو جواب میدن و وعده و وعید میدن و بعد آمریکا به جد کوشش میکنه و موفق میشه که ارتش رو متقاعد بکنه که با آیت الله خمینی و اطرافیانش در ایران بیعت بکنن، تاریخ بعضی از این اتفاقات رو معین کودتا نکنن، علیهش کودتا نکنن. خیلی وحشت کرده بود خمینی از کودتا. بله کاملا. یعنی اینکه آقای خامنه‌ای گفتن که اینها جعله، خب به قول آخونده تکلیف شاز میفرماین، حرف خیلی شازیه، همه اینا رو که نمیشه تحریف کرده باشن، همشون هست. و وزیر امور خارجه خود جمهوری اسلامی که در اون زمان بوده با صداقت اومده گفته که آره این تماس ها وجود داشته. اسناد دیگری من دارم که دوباره در کتاب شاه هست که آدم های مختلفی هستن، نامه هست از آقای کارتر و آقای خمینی که من دارم کاتم رو میفرستم برای اینکه با شما صحبت بکنه، کاتم به یه نفر دیگه. خب هر کسی که دوره برای آقای خمینی بود در اون زمان و در خارج از ایران بود، از جمله آقای یزدی که با کاتم تماس داشت، میدونستن که کاتم یه زمانی رکن رکین سیاه بوده در مورد خاورمیانه، در مورد ایران، در جریان برانداختن مصدق نقشش، بعدا شده بود استاد و با همه اپوزیسیون ایران سعی میکرد رابطه برقرار کنه. وقتی کارتر می‌نویسه من اینو فرستادم، اینو به عنوان مصلحه اجتماعی که نفرستادم، به عنوان نماینده آمریکا فرستادن، همه اینا رو هم شما پذیرفتین. و بعد تو همین اسنادی که بی بی سی در آورده در اونجا میگه که این صحنه هم که دارید نشون میدید خیلی صحنه جالبی است که این خبرنگار خیلی معروف آمریکایی از آقای خمینی پرسید شما با آمریکایی‌ها تماس داشتید؟ میگن نه، به صراحت میگن نه. و خب میدونی از اون کلاهای شرعی است، خودشون شخصا حتما میتونن بگن که من دروغ نگفتم، برای اینکه من خودم تماس نداشتم، آقای یزدی که اونجا نشسته تماس ها رو او گرفته. ولی یزدی میره به آمریکایی‌ها میگه من از طرف آقای گفتم، اینم عین صحبتشون رو همونجا براشون ترجمهش رو میخونه. به علاوه یه قسمت مهم دیگه از این اسناد که حالا حتما در خواهد آمد، اسناد فرانسوی هاست. برای اینکه توی یکی از این اسناد میاد
که دولت کارتر میگه که ما تصمیم گرفتیم از بعد خودمون مستقیم تماس بگیریم، شما به فرانسوی ها بگید که چون ما در گذشته از طریق اونا تماس داشتیم، این به خاطر نارضایتی ما از اون تماس ها نیست، ما خودمون میخواییم والا مستقیم وارد چیز بشیم. و میدونید اگر اینها اینقدر شعار کاذب ضد آمریکایی نمیدادن، اینکه یه چنین تماسی برقرار شده فی نفسه مسئله نیست. خب آمریکا در ایران اونجا نقش مهمی داشته، نگران آینده بودن، فکر میکردن که ایشون به هر حال حداقل یکی از رهبران اگر نه مهمترین رهبر اون تحول هست، اینکه باش تماس بگیرن چیز غریبی نیست. ولی اینکه شما اون وعده ها رو بدید، بعد شعار ضد آمریکایی بدید، بعدم منکر بشید، اون یه خود شازه. آقای دکتر، خمینی وعده های وعده های خمینی به دولت کارتر مفصل و مشخص بوده است، از جمله بنابر یک سند مورخ 29 دی 57 به واشنگتن پاسخ میدهد که جمهوری اسلامی، تو کتاب شما هست، شیرهای نفت را به روی غرب نخواهد بست، انقلاب را به منطقه صادر نخواهد کرد و با آمریکا رابطه دوستانه خواهد داشت. او شخصا پیام داد شما خواهید دید که ما با امریکایی ها هیچ دشمنی خاصی نداریم و شما خواهید دید که جمهوری اسلامی که مبتنی بر فلسفه و قوانین اسلامی است، چیزی به غیر از حکومتی بشر دوست نخواهد بود و به آرمان صلح و آرامش تمام بشریت کمک خواهد کرد. بله. اینو واقعا نوشته، عجیب. بله، اینا هست، اینا در این حدش قسمت ما انقلاب رو صادر نمی کنیم در کتاب شاه نیست، ولی اینکه ما شیرهای نفت رو ریز میکنیم، ما کمونیسم رو میگیریم، ما انادی با چیز نداریم، این هست. و ببینید اصلا ترکیبی که آیت الله خمینی برای دولت موقت انتخاب میکنه دقیقا نشون میده که در این تماس ها متوجه بوده که آمریکایی‌ها دنبال چی بودن. آمریکایی‌ها دنبال این بودن که یه حکومت در واقع جبهه ملی رو سر کار بیارن. از چندین ماه قبل به این نتیجه رسیدن که راه حلش اینه. وقتی که جورج بال رو میفرستند در مورد ایران، در واقع از طرف کارتر یه سیاست نوعی پیشنهاد بکنه، اونجا کاملا میبینیم که میگه تنها راش یه جوری یه حکومت جبهه ملیه. و آیت الله خمینی حکومت جبهه ملی رو عملا سر کار آورد، مذهبیون جبهه ملی رو سر کار آورد، منتها از همون قدم اولی که سر کار آورد تمام تلاشش رو کرد و موفق هم شد و در این کار چپیا بهش کمک کردن، ذکاوت خودش بهش کمک کرد که از دقیقه اول دولت بازرگان رو هر روز تضعیف و خونسا بکنه و بالمعال بندازه. و اون وعده‌ای که هم به آمریکایی‌ها داده بود هم به مردم ایران داده بود که آخوندها در کار دخالت نخواهند کرد، گفته بود که من خودم میرم طلبه ای میشم، اجازه نمیداد آیت الله خمینی، یا ملت یادشون رفته، آیت الله خمینی اجازه نداد در اولین انتخاباتی روحانی شرکت بکنه، یعنی اینکه وعده داده بود که روحانی هم شرکت نکردن. همین آقای رفسنجانی، آقای بهشتی، آقای خامنه ای اون زمان فشار داشتن می آوردن به آیت الله خمینی که اجازه بدید روحانیون هم در این کار شرکت بکنن و در آغاز موافقت نکرد دیگه، ولی بعد دیدیم که خب خودش برای هر وزارتخونه ای نماینده ویژه امام فرستاد و اون نمایندگان بودن که هر روز قدرت بیشتری می گرفتن و وزارتخونه ها رو و وزیرها رو توهی می کردن از چیزشون. من فکر میکنم اسنادی که از فرانسه هم در خواهد آمد اسناد بسیار بسیار جالبی است، برای اینکه من ندیدم هیچ کسی هنوز سراغ اون اسناد رفته باشه. فرانسوی هم اصولا مدتی که طول میکشه برای اینکه آرشیو دیپلماتیکشون رو علنی بکنن بیشتر از آمریکاست. من یادم میاد با چه بدبختی اسناد مربوط به هویدا رو
بازداشت هویدا رو که ادعا میکردن جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که این به جرم قاچاق کشته شده، من واقعا ماها طول کشید تا متقاعد کردم دولت وزارت امور خارجه که بذارم پرونده رو ببینم، و تو پرونده معلوم شد که کذب محض میگن. آقای دکتر میلانی، بی بی سی در ادامه این بحث مربوط به اسناد نوشته که کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی بوده است. بسیاری فکر میکنند در این نشست در جزیره گوادلوپ در دریای کارائیب بود که جیمی کارتر و سایر رهبران غربی در دی ماه 57 به این نتیجه رسیدن که کار شاه تمام است و باید از ایران خارج شود. به تازگی سندی محرمانه از گفتگوهای گوادلوپ منتشر شده که نشان می‌دهد بحران ایران در حاشیه این نشست مطرح شده. به علاوه کارتر پیش از دیدار با همتایان اروپاییش در جلسه غیررسمی شورای امنیت ملی آمریکا در واشنگتن به این نتیجه رسیده بود که شاه به آخر خط رسیده است. پرزیدنت آمریکا موضع آمریکا را بیان کرد و گفت باید ایران در جهتی دگرگون شود تا کشوری با ثبات دارای روابط دوستانه با غرب، منبع مستمر صادرات نفت به کشورهای غربی، مسئول از سلطه خارجی و نیز در عرصه داخلی مترقی باشد. کارتر خاطر نشان کرد که اوضاع به مرحله‌ای رسیده که بعید است ماندن شاه در ایران به حل بحران کمک کند. این قسمت دوباره من اگر چاپ دوم کتاب نگاهی به شاه رو مراجعه بهش بکنیم و دوستانی که در ایران هستن میتونن این چاپ رو مجاناً از طریق سایت میلانی بوکس دریافت بکنن. اونجا من حدود 60-70 صفحه از اسناد یه 10-12 صفحه از اسناد گوادلوپ رو من اونجا چاپ کردم. اسناد گوادلوپ الان و اگر کسی در دوروبر استنفورده، من نزدیک شاید 150-200 صفحه از اسناد گوادلوپ الان گذاشتم در کتابخونه استنفورد، هر کسی میتونه بهش مراجعه بکنه. قبل از گوادلوپ همونطوری که شما خوندید من در کتابم نوشتم آمریکا و انگلیس در واقع از اواخر اکتبر و نوامبر تقریبا به این نتیجه رسیدن که شاه دیگه نمیتونه بمونه. گوادلوپ 3 ماه بعد تشکیل میشه، یعنی تکلیف اینکه آمریکا به این نتیجه رسید که شاه نمیتونه بمونه، شما تو اون اسناد انگلیس یه نامه‌ای در همون زمان اکتبر، فکر کنم آخر اکتبر، تاریخش الان یادم نیست، وزیر نخست وزیر به وزیر امور خارجه می‌نویسه که MI6 به ما یه گزارش داده که شاه نمیتونه بمونه، ما باید فکر جانشین باشیم. و عنوانی که خوب یادم میاد، کلمه ای که تو اون سند خیلی خوب یادم میاد، میگه باید دنبال ری انشور باشیم، یه بیمه جدید سراغ بکنیم. خب بیمه ای که سراغ کردن آیت الله خمینی بود، یعنی اونا از 2 ماه و نیم قبل از گوادلوپ به این نتیجه رسیده بودن و اسناد گوادلوپ خیلی قبل از این قابل دسترسی بود متأسفانه، خوشبختانه. ولی تو این کانتکستی که بی بی سی گذاشته همه یه معنا و یک چیز تازه‌ای پیدا میکنه. آقای دکتر، در اینجا نوشته که همان روز ظهر، حالا نمیدونم چه روزی، در واشنگتن کارتر مشاوران ارشدش را فراخواند، از حاضران پرسید آیا آمریکا باید از شاه بخواهد از قدرت کناره بگیرد یا نه. برژینسکی مخالفت کرد، ولی در برابر جبهه متحد سرسمنز وزیر امور خارجه و استانسفیلد ترنر رئیس سازمان CIA در اقلیت قرار می گیرد.
در نهایت قرار می شود کارتر مستقیما خواهان کنارگیری شاه شود. بله، دوباره این که در اون مقطع برژنسکی مخالف ونس بود، این پدیده‌ای بود که قبلا کاملا دانسته بود و میگم در کتاب شاه هم به تفصیل من در این مورد نوشتم. و جالب اینه که وقتی کارتر میره به گوادلوپ، گوادلوپ رو در واقع فرانسوی‌ها تشکیل میدن نه آمریکایی‌ها. گوادلوپ رو کنفرانسی بود که رئیس جمهور فرانسه مبتکر و مبدعش بود و همین خاطر هم در یه جزیره فرانسوی چیز کردن. قرار این بود که هر کسی فقط یه مشاور بیاره و کارتر برژنسکی رو بود و خیلی در از لحاظ اصطلاح نوع حرکت سیاسیش جالبه، ولی کاملا این وجود داشت که بین کارتر و بین برژنسکی و ونس، بین کاخ سفید به نوعی و وزارت امور خارجه، اختلاف بسیار بسیار جدی بر سر این قضیه بود. و یه گرفتاری دیگری هم که دوباره تو اسناد خود من کارتر پیدا کردم و در نگاهی به شاه بهش اشاره کردم، اینی که کارتر میگه که ما بعد از یه مدتی متوجه شدیم که وزیر سفیر ما در ایران مثل این که سیاست خارجی خودشو داره، آقای سالیوان. یعنی در واقع سه نوع سیاست در اون زمان به شاه توصیه میشد: برژنسکی، ونس، سالیوان. و سالیوان. شاه مریض، گرفتار، دائم قرص میخوره، قرصایی که بهش حالت پارانویا میده. اون شیمو درمانی که داشت، یکی از قرصاش کلورامبوسیل بود، بهش این حالت چیز رو میده، نمیتونست تصمیم بگیره. ولی بعضی از این اسنادی که تو این مجموعه هست، به خصوص در مورد تماسایی که سالیوان داره با شاه، در مورد فشار برای رفتن، روز رفتن، و نکته خیلی مهم دیگری که توش هست، دوباره تو اینایی که در اومده، حالا چندین شماره دیگه داره در میاد، این دنباله داره. آقای دکتر، اینجا صحبت از دعوای شاه با سالیوان هست. بله. دعواشون چجوری بوده؟ چندین بار مورد هست. میدونید شاه چندین بار با سالیوان، اول که اصلا سالیوان میاد، یه مدت شاه سالیوان رو راه نمیده. سر صدیقی دعواشون میشه. سر صدیقی دعوا. صدیقی میگه که، این میگه صدیقی متقلبه. بله. سالیوان. بله. حالا مثلا یه واقعا یک آدم هیچی نفهمی در مورد ایران به یکی از شریفترین و صدیقترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران که دکتر صدیقی باشه یه چنین چیزی بگه. دوباره در این مورد اتفاقا نکته جالبی هست، یعنی تو این اسناد من برام دوباره در کتاب شاه این برام معما بود که چطور شد شاه با اینکه قرارمدارا رو با دکتر صدیقی گذاشته بود و دکتر صدیقی هم اعلام کرده بود که آماده تشکیل کابینه هست، یه دفعه تصمیم گرفت بره با بختیار. و برای من یه سند پیدا کرده بودم که اونو در کتاب آورده بودم که پارسونز به شاه میگه که آیا مطمئنید که صدیقی تو این شرایط آدم مناسبی است، برای اینکه این خیلی ضد مذهبه. حالا که صدیقی گفته بوده 6 هفته دیگه وزیران رو معرفی میکنم، من فکر میکنم که در این مورد اشتباه میکنم، یعنی تقریبا به قطع میتونم بگم به نقل از شاه سالیوان گفته، دروغ گفته. اون دقیق نیست، برای اینکه اسنادی که من دارم و اسنادی است که بعضی از یادداشت‌های خود دکتر صدیقی است که به لطف بعضی از افراد خانوادهش به من داده شد، صدیقی کاملا آماده بود و یک کابینه هم تشکیل داده بود و برنامه ریزی دقیق حتی روز به روز کرده بود برای کارهایی که میخواد بکنه. یعنی اینکه صدیقی آماده نبود به نظر من بخشی از دروغی است که
شاید بخشی از صحنه سازی است که سالیوان داره میکنه برای اینکه نگذاره دکتر صدیقی بیاد. ولی پارسونز اون چیزی که من پیدا کرده بودم، اون سندی که من پیدا کرده بودم، حالا این اسنادی که بی بی سی پیدا کرده خیلی بیشتر مؤید همین حرفه که آمریکا و انگلیس نمیخواستن صدیقی بیاد. حالا یه روایت به این خاطر که به روایت خودشون به این خاطر که فکر میکردن دکتر صدیقی خیلی سکولاره، به یه روایت بخاطر شاید به خاطر اینکه فکر میکردن که شاید صدیقی بتونه نجات بده و دیگه در اون مقطع اینا تصمیم گرفته بودن که شاه باید بره. بله، یعنی اینو هنوز به نظر من به قطع نمیشه گفت، ولی قطعا یه چنین چیزی هست. البته این رو هم میدونید اگه آدم واقعا بخواد اوضاع رو در نظر بگیره، فقط آمریکایی‌ها نبودن که علیه دکتر صدیقی فعالیت کردن، انگلیس‌ها نبودن. جبهه ملی، سران جبهه ملی از هیچ کوششی فروگذار نکردن، اعلامیه دادن، تهدید کردن، رفتن خونش گفتن که آقای فروهر رفت بهش گفت شما همه وجاهت تو از دست میدی، که دکتر صدیقی بهش گفت من وجاهتمو برای قبر درست نکردم، من وجاهتمو برای مملکت درست کردم و اگر قراره از بین بره من حاضرم به خطرش بندازم. اونها هم این چیزا رو کردن. شاه هم اشتباه کرد، یعنی میگم اینا رو خیلی ساده میشه به این یا اون تعبیر کرد. شاه هم کاندید صدیقی و کاندید بختیار برای وزارت جنگ رو نپذیرفت. هر دو اینها یه نفر رو انتخاب کردن، تیمسار جنگ، و تو همین اسناد کاملا میشه دید و هر مصاحبه هم که من کردم با هر کسی که در اون زمان امیر ارتش بوده معید این هست که اگر کسی میتونست ارتش رو یک پارچه نگه داره و پشت کابینه نگه داره تیمسار جنگ بود، ولی شاه مخالفت کرد، گفت من اون اختیاراتی که تو میخوایی بهت نمیدم، در حالی که میدونست داره میره. میدونید تو شرایطی که داری میری چرا اون اختیاراتو واگذار نمیکنی؟ البته اونم آدم میفهمه، به هر حال پدر خودش از طریق گرفتن اختیاراتی به عنوان وزیر جنگ و پادشاه شد. این شاید نگران هم بود، جمع هم همیشه ازش یه نوع واهمه ای داشت، فکر میکرد افسر خیلی برجسته پر کاریزماییه. خیلی ممنون آقای دکتر میلانی، تا هفته آینده با امید خدا در خدمتون خواهیم بود حتما با نظریات جدید و اسناد تازه کشف شده. امیدوارم. ممنونم ازتون و ممنونم از بهروز مشکیار، کارگردان برنامه، و همه هم میهنانی که به این برنامه توجه فرمودند.